مسمومیت گسترده دانش آموزان دختر بحران در رژیم آخوندی رو افزایش داده و دیروز خامنه ای به صحنه اومد و تلاش کرد این جنایت رو از خودش دور کنه. در برنامه امروز همراه هستیم با آقای هادی روشنروان تا نگاهی داشته باشیم به این بحران در درون رژیم آخوندی. سلام به شما آقای روشنروان، خیلی خوش اومدیم به این برنامه و دعوتمون رو پذیرفتیم. من هم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و تبریک میگم روز زن آزادی زن و به ویژه به خواهران قهرمانم در کانونهای شورشی که امسال واقعا این جشن امسال رو به یک نقطه اوج دیگری رسوندن. در خدمت شما هستم. با تشکر از شما. خامنه ای در صحبتی که دیروز در مورد مسمومیت دختران دانش آموز کرد گفت اگر واقعا دستهایی در کار باشد و افرادی گروههایی در این زمینه دخالت داشته باشند بایستی دستگاههای مسئول سررشته این جنایت رو پیدا کنند. معنی این حرف اینه که خودش دستی در این جنایت نداره، اما همونطور که در تظاهرات و شعارهای مردم دیدیم همه فلش‌ها و شعارها علیه شخص خامنه‌ای بود. آقای روشنروان، شما این تناقض رو چطور تفسیر می‌کنید؟ بله، این تناقضیه که خامنه‌ای همیشه داره. موقعی که دهه 70 اون قتل‌های زنجیره‌ای انجام شد، بعدش اومدود میگفتش که این اندیشمندان صبور که چیزی نگفتن راجع به این که فروهر رو کارداجین کردن. آمده بود من با این آشنا بودم، یه آدم خیلی خوبی بود. دیروزم آمد گفتش که این کودکان معصوم، یعنی همچنان که اونا رو کشت نیوی گفت، این هم کاملا زیر دست خودش. ببینید این اتفاقی که افتاده که از 9 آذر شروع شده که تا امروز تقریبا 97 روزه و در بیش از 20 خود رژیم اعلام کردی سفری دیروز اعلام کرد که در 25 استان بوده، 5000 دانش آموز تا حالا در معرض این قرار گرفتن، در شهرهای مختلف و سراسر ایران بوده. این عملیات به هیچ وجه نمیتونه کار کسی جز نهادهای اطلاعاتی امنیتی خود رژیم باشه. چرا؟ چون وقتی که یک همچین کاری میخواد انجام بشه، خب در هر سیستم، این سیستم امنیتی هم که اینا ادعا میکنن خیلی مقتدر هستن، ولی خب بالاخره با این دستگاه عریض طویلی که دارن که 187,000 نیروی اطلاعاتی سپاه و اطلاعاتی سپاه و وزارت اطلاعات در اختیارشون هست، خب وقتی که یک عملی تکرار میشه ساده میشه پیداش کرد. یعنی وقتی یک عمل تکه یا یک عملیات بزرگم حتی ممکنه بشه، خب ممکنه اون از صحنه برن، ولی همون عمل به شکل مشابه در همه جا در یک طول زمان طولانی انجام میشه، این چیزی نیست که از نظر هیچ دستگاه حتی ضعیف اطلاعاتی امنیتی بتونه این مدت محدود بمونه. بله، در واقع همونطور که شما اشاره کردین، در واقع خامنه‌ای با دجالگری تلاش میکنه که فلش این جنایت رو از رو خودش برداره و به هر طریق ممکنی خودش رو برهونه از. بله، یعنی این یک طرح کاملیه که خود خامنه‌ای پشتش بوده، یه طرح کاملا حساب شده بوده. ببینید طور طراحی شده بود که یک نفر کشته نشه. چرا؟ چون میگو هر یک کشته میتونه مهسا باشه، برای اینکه این نشه میبینید چیز نشده. بعدش میبینید در حال که خب این در دبیرستان و دبیرستان ها انجام میشده، معلم، کارمند، سرایدار، خود بچه ها اونجا بودن، خب چرا هیچ علامتی از این به دست نیامده؟ یعنی اگه بخوایم حساب کنیم جز این هست که یک کادر امنیتی پشتش بوده. بله، در واقع این توضیح اگه بشه شما بدین که سازماندهی امنیتی این جنایت چطور بوده؟ همین امنیتی این جنایت این تیپی هست که چون دست خودشون بوده و مقامات بالای خودشون و ارگانهای امنیتی بودن، این کاملا سازماندهی کرده بودن که این اولا این گاز و هر چیز مسموم کننده ای که اینا به کار بردن جز در نهادهای نظامی جایی دیگه پیدا نمیشه، و بعدش اینها آمدن به طرق مختلف اینها در جاهای مختلف اجرا در آوردن. یک هدف بسیار مشخصی داشتن، مشخصشون هم این بوده که یک رعب و وحشت در دانش آموزا ایجاد کنن،
خامنه ای در 11 مهر موقعی که اولین سخنرانیش سر قیام اخیر کرد گفت باید این بچه ها رو تنبیه کرد، یعنی این در ادامه تنبیه اونها بوده. برای خامنه ای بسیار دردآور سخته که تمام بچه های مدرسه، دختران مدرسه اینچنین در قیام ظاهر شدن، عکساش از تمام کتاباشون پاره کردن، چیز کردن. این میخواد جلو اینو بگیره، چون میدونه قیام بعدی هست، میخواد اینها رو بلکه بتونه از صحنه خارج کنه و خانواده ها رو به یه وحشت دیگری بیاندازه. بنابراین این دستگاه کاملا یه دستگاه حساب شده است و این هم این چیز نیست که از چشم بقیه یا حتی نفرات رژیم چیز باشن. مثلا این عباس آخوندی که وزیر راه و شهرسازی روحانی بود، الان هم استاد دانشگاه است، به صراحت میگه، میگه آقا این سازماندهی کاملا سازماندهی شده، توسط نیروهای امنیتی بوده، نمیتونه خارج از اینها باشه و با هدف مشخص این کار انجام شده. بله، همونطور که شما اشاره کردین، میخواستم این رو بپرسم که این مدل جنایت با این پیچیدگی آیا سابقه دیگه هم داشته؟ ببین، خب پیچیده تر از اینش هم خوب بوده، چون بوده اینجا گستردگی اجتماعیش و این که آمده روی امنیترین نقطه، یعنی امنترین نقطه در هر کشوری مدارسه، به طوری که در جنگار هم هیچ وقت مدارس بمباران نمی کنن. یه جای امنی که پناه میبرن مدارسه. این بری امنیت جامعه رو به هم بریزه. ولی قتل‌های زنجیره‌ای که این کم نبود. مثلا سعید حجاریان که خودش یکی از عناصر بالای هم سرکوب بود، هم اطلاعات بود، ترورش میکنه تو خیابان. یعنی اونجایی که منافع دیکتاتور ایجاب میکنه از این کارا زیاد کرده. یعنی چیزای زنجیره‌ای. یا اقداماتی که تاکنون علیه مقاومت ایران کرده که اون یه داستان مفصل‌تر دیگری است که اصلا خیلی پیچیده تر از این بوده. ولی این مقولهش از این جهت اهمیت داره که رفته روی مدارس و واقعا معصومترین افراد یک جامعه. این خیلی هم حساب شده، اساسا هم دخترها بودن، چون دخترها واقعا در اینجا این ضربه شدیده بهش دادن. بله، در واقع میون صحبتاتون شما اشاره کردیم به این که رفته رو قشر دانش آموز، قشری که در واقع جنایت های این رژیم رو از بدو تولدش تا در حال حاضر که در واقع مدارس به سر میبرن، این جنایت ها رو متحمل شده و در واقع دیده و حس کرده و به همین دلیل هم هست که به طور واقعی سرنگونی این رژیم رو میخوان و خامنه ای هم این رو، همونطور که شما هم در صحبتتون اشاره کردین، این رو حس کرده و متوجه شده که این نسل از سرنگونی این رژیم کوتاه بیا نیستش. بله، به ویژه اینکه ببینید این ایدئولوژی ارتجاعی که ما میگیم، که واقعا مقاومت ایران از روز اول این گفتن، این دو اسلام گفتن و گفتن باید ارتجاع بذاریم کنار، شاخص ایدئولوژی اینها چیه؟ بیش از هر چیزی همین زنان هستن. یعنی زن ستیزی مهمترین شاخص اینه. قبلا هم اینا این حرف رو زده بودن که ما آمدیم این گشت ارشاد گذاشتیم که به طور قانونمند این جلوه بی‌حجابی به قول اونا بگیره که ناچار نشن بقیه کارهای دیگه بکنن. اولین بار که خامنه‌ای چند سال قبل گفتش که آتش به اختیار رو نام برد، در بحث امر به معروف بود. امر به معروف هم یعنی همین زن ستیزی، یعنی مادی میشه در این موضوع. و اینها میخواستن با این به اصطلاح خودشون مبارزه با بدحجابی جامعه رو به طور کلی ببندن. اینها در این قیام در اینجا شکست فاحشی خوردن که به قول علم الهدا دیگه هیچ نیروی انتظامی اقتدار اینه نداره که این کار بکنه. پس بقیه باید به اختیار خود بیان این کار بکنن. این مسئله الان اون کسی که پشتش بوده از نظر همین تئوری مذهبی آخوندی به نام سید مهدی باقری، عضو شورای نگهبان، مجتهدی هست که همین ارتجاعی ها میگن این بهترین نفر جانشین خامنه ای بشه، مورد اعتماد خامنه ای هست. در این قیام چندین بار آمد راجع به زنان صحبت کرد و بعد گفتش آقا زنان اصلا چرا باید تحصیل بکنن و اینها میخوان کاری بکنن که تحصیل هم بگیرن، یا به عبارت دیگه الان میخوان به جامعه بگن ببین شما که آمدین
با این چیز ما مخالفت کردین، ما بعد از این نمیذاریم شما درس هم بخونید. یعنی یک همچین تئوری پشتش هم نیروهای ارتجاعی و چیز این فاجعه رو به وجود آوردن. بله، چقدر خوب اشاره کردین به این که در واقع رژیم از ویژگی خاصش زن ستیزی هستش. بله. و همونطور که اشاره هم کردین به این که از دختران دانش آموز شروع کرده تا بتونه مانع تحصیل اونها بشه و واقعیت اینه که قشر پیشتاز جامعه در واقع اونهایی که در این قیام به خصوص همونطور که اشاره کردین از جرقه خورد از در واقع کشته شدن مهسا امینی به دست جنایت در واقع فالانش ها، در واقع باید بگیم فالانش های رژیم، که از اونجا شروع شد و این پیشتازی و رهبری رو در واقع زنان جامعه به دوش داشتن و همینطور دختران جامعه، که این رو هم به اصطلاح باید اشاره بکنیم به اینکه خامنه‌ای خیلی خوب این رو متوجه شده و تلاش کرده با این جلوی اونها رو بگیره. و همطور که در واقع شما هم گفتین و نسل آگاه جامعه هم به اون به اشراف رسیدن، به هیچ عنوان در رابطه با این موضوع سرخم نمی کنن و همچنان این مسیر رو ادامه میدن. با تشکر از شما که در این برنامه حضور داشتین و خیلی ممنون از توضیحات روشنگرتون که و تشکر از شما، انشاءالله که بتونیم در برنامه‌های آینده باز هم در خدمت شما باشیم. منم با تشکر از شما که این فرصت در اختیارم گذاشتید.